خالق همبستگی، اتفاق و وحدت. نمایندگان محترم شورای جهانی هزاران، نمایندگی سویدن، سفیر صاحب محترم، هیئت سیاسی کشور ما، اساتید، علما، فرهیختگان، بزرگان و مهمانان محترم، برادران و خواهران گرامی، سلام و احترام تقدیم است. ضمن ابراز امتنان و تشکر از برگزاری چنین مراسمی در راستای همبستگی هزاره ها و همچنین دعوت این جانب، مناسب و لازم می‌دانم چند نکته را یادآور شوم. بدون شک رشد و ترقی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی تمام افراد جامعه خلاصه می شود که این مهم در گرو باورمندی فردی و توانمندی گروهی آن جامعه است. از جمله عوامل تقویت کنندگی همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی می توان به بازخوانی منافع مشخص و مشترک، در نهایت هدف گذاری مؤثر و تلاش در راستای تحقق منافع جمعی اشاره کرد. این همپذیری و همبستگی را ارتقا دادند و در قدم بعد شاهد پیشرفت و ترقی جمعی در آینده باشیم که این مهم نیازمند به حمایت از تفکر باورمندی فردی و اجتماعی جامعه است. قدم مهمی که رهبر شهید ما در حدود 3 دهه پیش در شرایط خطیر و حساس جنگ و حمله همه جانبه و نیاز به نیروی انسانی که در آن زمان احساس می شد. رهبر شهید ما بر این باور بود و تأکید بر پرورش نسل تحصیل کرده داشتند که این مهم بر هیچ کسی پوشیده و پنهان نیست. از این رو ایشان با فرستادن 10 جوان نخبه هزاره با امکانات محدودی که در دسترسشان بود و منظور تحصیل به کشورهای متعدد همچون آذربایجان، ترکیه، ایران و غیره، نمایانگر عمق آینده نگری ایشان در آن شرایط حساس را میرساند. از نظر من رهبر شهید پیش از تحقق هویت سیاسی ما محقق هویت شخصیتی ما بودند و در ایجاد و اشاعه امید و توانمندی پیشداد تاریخ ما هستند. از این رو در زمان کوتاهی از هیچ به ملتی تعیین کننده تبدیل شدیم، گرچه امروز با مدیریت ضعیف مدعیان جانشینی رهبر شدیم و مهره سوخته تنزل یافتیم که حضوری کاملا ظاهری و نمادین داریم. این بنیان تغییر تفکر از جانب رهبر شهید کم کم و فرهنگی مبدل گشت که سینه به سینه پدران و مادران زحمتکش ما تکثیر یافت که مهم آینده و پرورش نسل فرهیخته و باسواد است. ناگفته نماند که باب شهید نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری نیز با امکانات محدود
جمله فعالیت های مردم ما در آن زمان می توان به مجله حمد الله، در دری، نشریه حاجت، ویژه زنان، گلبان و همچنین مکتوب سازی وقایع و اخبار روز طبعا بدون کم و کاست در قالب خبرنامه پیک وحدت اشاره کرد. رهبر شهید ما به تجلیل و حمایت از ورزشکاران و نویسندگان و شاعران علاقه بسیاری داشت. تمام مردم جامعه را در هر رشته و هر زمینه‌ای به عنوان ستون اجرایی می‌دانست که در کنار هم جامعه را می‌سازد. و این پیشرفت و ترقی در هر زمینه در نهایت به مثابه پیشرفت جمعی و تعیین سرنوشت ماست. پدر شهید ما با جد و حمایت به موقع نیروهای تمام توانمند و اجرایی هزارت در کنار هم زیر یک چتر اشاعه امید و انگیزه و باور داشتن و خود را بین جامعه انتشار می دادن تا هر فرد این جامعه به این باور برسد که می تواند در سرنوشت خیش سهیم و مؤثر باشد. و امروز اینها به صورت سند از تاریخ مقاومت سیاسی و فرهنگی و هنری ما موجود است که ما در طول تاریخ شروع کننده هیچ جنگی نبودیم، تنها مدافع مردم خود و حقوق مشروع ما بوده ایم و بس.
در شرایط حساس کنونی و سرنوشت ساز امروز به طور نمونه همین پروسه صلح با گروه طالبان، گروهی که دستش به خون تمام مردم افغانستان آلوده است، گروه متحجر، گروه زورگو و دنبال قدرت مطلقه، گروه اقتدار طلب که بر تمام مردم جهان جنایاتشان کاملا مشهود و روشن است. هزاره ها در همین پروسه در کجا قرار دارند؟ تا چه حد طرح جامع عملی و احقاق حقوقشان واضح و مشخص است؟ در کشوری که جنگ ها و صلح ها نیابتی است، با این موضع مبهم رو به کجا روان هستیم؟ چه آینده ای در انتظار مردم مظلوم ماست؟ و اما فرهنگ، فرهنگ نیز از پایه‌های اساسی همبستگی ماست. مردم ما با این فرهنگ پربار سالها و سالها در جنگ و ناامنی این فرهنگ را با مشکلات زنده نگه داشتند. شعر، ادب، موسیقی، صنایع دستی، معرف تاریخ چند هزار ساله ماست. معرفی و مطرح کردن این تاریخ از جمله اولین نقاشی های رنگ روغنی در جهان که در مغاره های بت‌های بامیان رسامی شده است تا صنایع دستی، هنری، فرهنگی، شعر، ادب. و اما امروز این کار بر دوش هزاره های خارج از کشور است تا با انتقال اطلاعات موجب همبستگی عمیق‌تر خود ما و با معرفی این آثار و جهان هویت تاریخی و فرهنگی مردم خود را تثبیت کنیم. متاسفانه دولت از این آثار بی‌نظیر هنری و فرهنگی و جهانی حفاظت و صیانت نکرده است. تلاشی برای معرفی این آثار جهانی نداشته است. اما امروز بسیار خرسندیم که در این محفل هم از آثار ادبی و هم هنری رونمایی می شود و هر حرکت که در راستای معرفی این فرهنگ سرشار صورت گیرد بیشک قابل تحسین خواهد بود، خصوصا در شرایطی که مهاجرت بسیار مشکلات را هم متحمل می شود. در پایان عرایض خود میخواهم با یک جمله به پایان برسانم که بهترین نتیجه از یک قدم و حرکت جمعی زمانی حاصل میشود که اعضای آن هر یک در راستای تحقق آن هدف نهایی نهایت تلاش خود را به کار گیرند و ایمان و باورمندی و توانمندی خود داشته باشند. و بیشک مردم ما یک مردم سرفراز و توانمند است که نسبت به سرنوشت خود احساس مسئولیت میکنند. باز هم تشکر از دعوت و توجه شما مهمانان گرامی و امید آینده روشن پر از امید، آسایش، عدالت، صلح و برابری. من الله.